نبض بازارهای مالی. برنامه از دکتر خشایار شجاعتی. دوستان خوب، تماشایان خردمند، سلام و وقت شما خوش. امروز سه‌شنبه 4 فوریه سال 2014 میلادی است. به برنامه نبض بازارهای مالی نگاه میکنید، برنامه خبری، آموزشی و تحلیلی که هر هفته از همین کانال و در همین ساعت پخش میشه. منتها از ابتدا در جریان باشید که در انتها و نهایتاً همه مطالبی که در اینجا مطرح میشه محض اطلاع هست و برای اطلاع محض. برنامه امشب را هم مثل همیشه با پرسه‌ای در اخبار شروع میکنیم، مهمترین خبرهای اقتصادی و سیاسی و مالی را که به اشکال مختلفی روز و زندگی همه ما مسلما تاثیر خواهد گذاشته با تون مطرح میکنیم. بعد در بخش دوم برنامه، بخش سود و سرمایه، مطلبی داریم تحت عنوان آن سو و این سوی جهان، که اگر فرصتی دست بده، چون یه سوالی که از دوستان کرده که خود جواب دادن به اون سوالی مقداری طول میکشه، که اتفاقاتی که در سایر نقاط دنیا، مخصوصا اگر ارزیابی ما درست باشه، در اروپای غربی در ماهای آینده اتفاق میفته و اتفاق بیفته، چه تأثیراتی میتونه رو اوضاع احوال اقتصادی آمریکا، روی دلار آمریکا و روی بازار سهام در آمریکا بذاره. راجع به اونها صحبت خواهیم کرد و بعد در بخش پایانی برنامه، بخش کلام آخر با آخرین کلام هم، اگر فرصتی دست بده، راجع به یکی دو تا دیگه از پورتفولیوهای دفتر نبض بازارهای مالی باهاتون صحبت خواهیم کرد. با این طول و تفصیل میریم سراغ بخش اول برنامه امشب. خب، در بخش پرسه‌ای در اخبار هستیم. اولین خبرمون راجع به اختتام جلسه شورای پول و اعتبار، فدرال اوپن مارکت کمیتی بانک مرکزی آمریکا بود که هفته گذشته روز چهارشنبه تموم شد. معمولاً پیش از تشکیل این جلسات حدس و گمان راجع به اینکه چه تصمیم‌هایی خواهند گرفت زیاد مطرح میشه و خیلی وقتا هم به اختلاف نظر کشیده میشه در بین صاحب نظران که چه نوع مسائلی مطرح میشه و چه تصمیمی خواهند گرفت. منتهای مراتب این جلسه به نظر من یکی از پیش‌بینی کردنی‌ترین جلسات بانک مرکزی بود. دلیلش هم این بود که توی این جلسات معمولاً یکی راجع به سیاست پولی تصمیم میگیرند، یکی راجع به بهره و اینترست ریت. در مورد بهره و اینترست ریت که از قبل اعلام کرده بودند فعلاً و حالاها تصمیم ندارند بهره یا اینترست ریت رو بالا ببرند، که همینطور هم شد و اونجا ثابت موند. مورد دومش هم تصمیم بود که در آخرین جلسه بانک مرکزی که ماه دسامبر بود اعلام شد، که در اون جلسه اعلام کردن هر ماه از مبلغی که تحت عنوان سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ هر ماه به سیستم تزریق میشد و مقدارش هم 85 میلیارد دلار بود، گفتن که هر جلسه‌ای که تشکیل بشه 10 میلیارد دلار کم می‌کنن تا بالاخره به آخر این خط برسن. 10 میلیارد جلسه قبلی کم شد، 10 میلیارد هم این جلسه، این 20 تا. بنابراین فعلا خرید ماهانه بانک مرکزی یکی از باندهای وزارت خزانه داری آمریکا و یکی هم باندهای بخش ریل استیت به 65 میلیارد دلار رسیده. و اما سوالی که مطرح میشه این است که چرا این سیاست رو تصمیم گرفتن متوقفش کنن، یعنی کمش کنن تا بالاخره به آخر برسه. چند تا دلیل داره.
دلیل اولش این هست که برخلاف اونچه که ادعا می شد عملاً که هدفشون این هست که با این سیاست بتونن ایجاد کار، اشتغال یا ایمپلویمنت بکنن اولا، و ثانیاً ایجاد تورم بتونن اینفلیشن تولید کنن که جلوی دیفلیشن رو بگیرن، بخش اول داستان ساختگی بود. یعنی هدف اصلا ایجاد اشتغال نبود، چون بانک مرکزی نمیتونه اشتغال یا ایمپلومنت یا کار ایجاد بکنه. اینها سیاست هایی هستن که دولتی که سر کار هست میتونه تصمیم بگیره با روش های خودش این کارو بکنه، که به اون سیاست ها فیزیکال پالیسی، سیاست های مالی میگن. بانک مرکزی فقط سیاست های پولی رو تعیین میکنه. هدف اصلی در واقع این بود که به کمک بانک ها برن. بانک های آمریکا این در سال 2008 همه و بلا استثناء ورشکست بودند. یعنی اگر دولت به دادشون نرسیده بود، همون بلایی که سر لیمن برادرز و برنشترز و بقیه اومد، حتما بلا استثناء بانک آف امریکا، ویلز فارگو، چیس و و و همه بسته می شدن و از دور خارج می شدن. کمبود سرمایه داشتن و بدهی خیلی زیاد، منتها تصمیم گرفتن به اندازه کافی پول مفت و مجانی در اختیار بانک ها بذارن هر ماه، تا اینها بتونن سرمایه برای خودشون جور کنن، و این کارا کردن. و الان حالا اینکه ارزیابی بانک مرکزی درست است یا نه بحث دیگری است، ولی ظاهرا خودشون به این نتیجه رسیدن که بانک ها سرمایه لازم را دارن و دیگه خطری تهدیدشون نمی کنه. دلیل دوم این که این سیاست یکی از اهدافش این بود که بتونن ایجاد تورم یا اینفلیشن بکنن، در این سیاست رسما شکست خوردن. یعنی پولی که به سیستم تزریق شده که در شرایط عادی و متعارف طبیعتاً باید ایجاد تورم یا اینفلیشن میکرد، به خاطر اینکه این پول وارد اقتصاد نشد، به گردش نیفتاد، بلکه بانک های بزرگ این پولا رو گرفتن و به جای اینکه بیان به بیزنس ها وام بدن، به مردم وام بدن و و و و باعث رونق و شکوفایی و فعالیت های اقتصادی بشن، عملا چون صحنه رو خودشون میبینن و میدونن الان با وضعیت بد اقتصادی که جمعیت کثیری از مردم بیکار هستن، اونایی هم که تازه تونستن کار پیدا کنن، کاری که چنگی به دل بزنه اکثرا، نه همشون البته، اکثرا نتونستن اون کارا رو پیدا کنن، و نهایتا اینکه مردم الان قدرت خرید درست حسابی ندارن که کسی بره فعالیتی کنه، چیزی تولید کنه و امیدوار باشه بتونه اینها رو بفروشه. رو همین اساس پولا رو صرف سرمایه‌گذاری نکردن، پولا که بانک‌ها گرفته بودن، این پولا رفتن خود بانک مرکزی نگه داشتن، شروع کردن باهاش باند خریدن و روش بهره گرفتن از این طریق. و موقعی که پول به این ترتیب از چرخه های گردش اقتصادی خارج میشه و متمرکز میشه یه جا میمونه و به کار نمیفته، به جای اینکه ایجاد اینفلیشن یا تورم بکنه، عملا منجر به انقباض اقتصادی یا دیفلیشن خواهد شد، که متاسفانه الان یکی به خاطر همین سیاست بانک ها، یکی هم به خاطر سیاست ریاضت اقتصادی که دولت داره دنبال میکنه، سایه ترسناک دیفلیشن بالای سر اقتصاد متاسفانه دوباره پیدا شده، هم در اینجا و هم در کشورهای اروپایی. سومین دلیلی که تصمیم گرفتن این کارو بکنن این بود که اگر مدت بیشتری میخواستن این سیاست رو ادامه بدن، خطر ضربه جدی خوردن به دلار آمریکا وجود داشت، چون که موقعی که اینقدر پول چاپ میکنی، قدرت خرید این پول میاد پایین تر و کشورهای دیگه سعی میکنن ذخیره های ارزی خودشون رو از دلار آمریکا به سایر ارزهای دیگه تبدیل بکنن. کما اینکه این هفته مثلا نیجریه حتی تصمیم گرفت که ذخیره های ارزی خودش که 85% دلار بود و 2% پول چین یوان بود را مال آمریکا را کمتر کنه، ولی پول چین را از 2% به 7% برسونه. و در ضمن در چند سال گذشته قراردادهایی بسته شده که اصلا سابقه نداشت، اونم این که تا مثلا فرض کنیم 8 سال پیش هر کشوری که میخواست بیاد توی دنیا خرید کنه، حالا نفت بخره، مس بخره، مواد غذایی بخره، هر چیزی، این کار را باید بود از طریق دلار آمریکا انجام میدادن. ولی الان به خاطر همین وضعیت متزلزل دلار آمریکا، به طور نسبی البته صحبت میکنیم، به خاطر وضعیت دلار آمریکا، کشورهای مختلفی در چند سال گذشته اومدن با همدیگه و به ویژه با کشور چین
قرارداد بستن و اونم این که به جای اینکه از دلار آمریکا استفاده بکنن دارن از ارز و کرنسی خودشون استفاده میکنن. رو همین اساس و به خاطر اهمیتی که موقعی که یه پولی ذخیره ارزی جهانیه مثل دلار آمریکا الان یا پوند انگلیس در قرن 19 و اوایل قرن 20 و قبلش مثلا فرانسه قبل‌تر از اون اسپانیا فرق نمی‌کنه، موقعی که پول کشوری میشه ذخیره ارزی، اون کشور به جای اینکه موقعی که میاد تو بازار میخواد چیزی بخره معادلش ارزش تولید کرده باشه، لازم نیست این کارو بکنه، به راحتی میتونه فقط کاغذ مشتی رنگ و عدد بزنه روش، پول چاپ کنه و این خریدو بکنه. منباب مثال، یعنی فرض کنیم اگر اسرائیل، برزیل، آرژانتین فرق نمیکنه، مصر، هر کشور دیگری فردا بخواد بیاد توی بازار، فرض میکنیم که 300 میلیون دلار مواد غذایی بخره، باید معادل 300 میلیون دلار ارزش تو اسرائیل، برزیل، آرژانتین، مثل هر کشوری که هست ایجاد شده باشه تا اون ارزش رو بتونه بیاره تبدیل بکنه به دلار و بعد خرید کنه. ولی در مورد آمریکا اصلا همچی چیزی نیست و میتونه با کاغذ مفت و مجانی هر چی که میخواد بخره و اگر روزی روزگاری این دلار آمریکا بخواد موقعیت خودش رو به منزله ریزرو کرنسی از دست بده، مجبور میشه مثل بقیه کشورها رفتار کنه. یه دلیل دیگه‌ش هم این بود. دلیل بعدی این که گفت قبلا البته اعلام کرده بودند که بانک مرکزی، منظورم فدرال رزرو، گفته بود روزی روزگاری که بیکاری و آن ایمپلویمنت بره به کمتر از 6.5% برسه، اونجا شروع میکنن اینترستیت و بهره رو بالا بردن. الان تو چند ماه گذشته با آمار ساختگی که درست میکنن دارن نشون میدن که بیکاری اومده پایین تر و به زودی ممکنه به همون زیر 6.5% برسه که صحبتش رو کردن. منتها بعدن اعلام کردن که حتی اگر بیکاری از 6.5% هم کمتر بشه، باز کماکان اینها اینترستیت و بهره رو پایین نگه میدارن. این دلیل واضح و روشن است برای اینکه آماری که مربوط به کار و اشتغال میدن بیرون ساختگی است و واقعیت نداره و به نتیجه مجبورن که به این شکل رفتار کنن. بعد یکی دیگه از اهداف سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ این بود که بتونن اینترست ریت رو پایین نگه دارن. یکی به خاطر اینکه بگن بهره موقع پایینه مردم میتونن قرض کنن و فعالیت اقتصادی بکنن، بگذاریم که حالا بانک‌ها پول قرض کسی نمیدن، ولی مهمتر از اون این که به خاطر بدهی سنگینی که دولت آمریکا داره، موقعی که بهره پایین‌تر باشه طبیعتاً اینترستی که بابت این پول بدهیش میده کمتره. الان مثلا نسبت به سال 2000 که نگاه کنیم بیشتر از 10 تریلیون دلار، خیلی هم بیشتر شاید، به بدهی آمریکا اضافه شده، ولی که بهره پولی که آمریکا الان میده کمتر از سال 2000، برای اینکه اون وقتا اینترست خیلی بالا بود، الان به شدت اومده پایین و بنابراین بهره کمتری میده. خیلی ها انتظار داشتن موقعی که سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ کاهش پیدا میکنه و قطع میشه بهره، اینجا بهره موقعی صحبت میکنیم همیشه از اون بهره که اهمیت حیاتی و جهانی داره صحبت میکنیم، یعنی بهره وام های 10 ساله یا باند های 10 ساله وزارت خزانه داری. انتظار داشتن که این بهره شروع کنه بالا رفتن، ولی دیدیم که بعد از قطعش نه تنها بهره بالا نرفته بلکه پایینم اومده. دلیلی که پایین اومده، دو تا دلیل داره که این بهره پایین اومده، سه تا شاید دلیل داشته باشه. دلیل اولش اینه که همونطور که گفتیم متاسفانه به خاطر اوضاع احوالی که پیش اومده مجدداً داره سایه ترسناک دیفلیشن بالای سر اقتصاد پیدا میشه و اگر بهره بخواد بره بالا دیگه هیچی کار از کار میگذره و اوضاع به شدت خراب میشه. دوم این که کشورهای موسوم به امرجینگ مارکت یا امرجینگ کانتریز، کشورهای نوخواسته و بازارهای نوخواسته، در چند هفته گذشته گرفتاری پیدا کردن، مثل وضعیتی که ترکیه و آرژانتین و برزیل و اینها پیش اومد. موقعی که این کشورها وضعشون خراب میشه، پولایی که سرمایه هایی که اونجا هستن فرار میکنن، میان به طرف آمریکا، اینجا خرید میکنن و باعث میشه که بهره یا اینترست ریت در واقع کاهش پیدا کنه. حالا شما در نظر بگیرید که اگر موقعی که کشورهای امرجینگ مارکت وضع خراب میشه، یه همچین کمکی به اقتصاد و به دلار و بازار آمریکا میشه، موقعی که تو کشورهای دیگه اروپای غربی اوضاع به هم بریزه یا چین به هم بریزه یا ژاپن به هم بریزه، چه تأثیراتی میتونه روی اقتصاد و بازار سهام و دلار آمریکا داشته باشه. و بالاخره این که باند مارکت در آمریکا قویاً معتقده که ادامه این سیاست، یعنی کم کردن سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ،
دیر یا زود منجر به شکست خواهد شد و مجدداً برمیگردن به اشکال مختلفی، حتی ممکنه اسمشو کوانتیتی دیویژن نذارن یا اسم دیگری به کار ببرن، برمیگردن به همین سیاست رو در واقع دنبال خواهند کرد. این است که به این دلایل در واقع تصمیم گرفتن که فعلا یه دلیل دیگه هم داشت و اونم این که بالاخره آخرین دوری بود که آقای برناکه رئیس بانک مرکزی بود تو جلسه شرکت میکرد و خب تو چند سال گذشته ایشون مدعی شده بودند که کارهایی که ایشون کردن باعث رونق اقتصادی میشه. اگر قرار بود دست به هیچ چیز نزنن، یعنی عملا میگفتن که ما سیاستایی که دنبال کردیم شکست خورده، چون نمیخواستن بگن شکست خوردیم و جواب نداده، فعلا این کارو کردن. ولی فعلا باند مارکت در انتظار این است که در ماهای آینده سیاست قطع کوانتیتیتیو ایزینگ به شکست بخوره و مخصوصاً با تعمیق پیدا کردن دیفلیشن یا انقباض اقتصادی مجدداً برگردن و این سیاست را شاید در ابعاد بزرگتری هم دنبال بکنن. در مورد خود بازار هم که خوشحالیم، از قبل بهتون اطلاع داده بودیم، از همون اولین جلسه ژانویه که شروع کردیم گفتیم منتظر کورکشن نسبتاً شدیدی توی بازار باشید و در مورد شاخص داو جونز حدس و ارزیابی اولیه ما بر این است که داو جونز تا 14000 پایین خواهد رفت. تا به حال داو جونز از اون چیزی که از اون حد اکثری که در ماه دسامبر بهش رسیده بود 1500 تایی پایین رفته، ولی من فکر میکنم هنوز یه 1000 تایی دیگه حداقل جا داره بره پایین. اشکال این کورکشن این است که برخلاف اکثر کورکشن هایی که در گذشته اتفاق افتاد، یک کورکشن یا خونه تکونی مستقیم و سرراست نخواهد بود. موقعی که کورکشن جنبه مستقیم و سرراست داره، اینه که بازار شروع میکنه میره پایین یک نفس، گرچه ممکنه مسلماً وسطش هم یه چند روزی برگرده بره بالا، ولی کم و بیش و عمدتاً بازار شروع میکنه پایین رفتن تا بالاخره یه جایی بیسته و کورکشن تموم بشه. ولی به نظر من این کورکشن این خصلت رو نخواهد داشت، یه مقدار زیادی زجر کش میکنه، به این مفهوم که شروع میکنه به شدت میره پایین. اونجوری که میره پایین خیلی ها وحشت میکنن و برای جبران ضررهاشون ممکنه به فکر بیفتن که بازار یا سهام مشخصی رو شورت کنن. شورت که کردن، فردا پس فرداش بازار به شدت شروع میکنه بالا رفتن. ببخشید، یعنی در دل این کورکشن منتظر باشید حتما که روزهای پیش خواهد اومد که ممکنه داو جونز در یه روز 3400 تا هم شروع کنه بالا رفتن و بعد تو افزایش های اونطوری که بازار پیدا میکنه خیلی ها ممکنه فکر کنن کورکشن تموم شده، شروع کنن به خرید و سرمایه گذاری کردن، بعد فردا پس فرداش یا یه هفته بعدش بازار مجدداً با سرعت بره پایین. یعنی یکی از بدترین اوضاع احوال برای بازار خواهد بود برای کسانی که تو این فاصله میخوان ترید کنن. بنابراین شاید بهتر باشه که غیر از سرمایه گذاری هایی که دارید که بر مبنای ولیو و ارزش صورت گرفته، که اون تیپ سرمایه گذاری به قیمت اصلا توجه نمی کنه که بره بالا بیاد با این مهم نیست، هدف خاصی دارید، بر اساس ارزشی که تشخیص دادید خرید کردید و نوسانات بازار طبیعتا شما رو از دور خارج نخواهد کرد، میشینید عقب میفتید بله، ولی نهایتا به نتیجه میرسید و با سود خارج میشید. اونها رو که بذاریم کنار، اگر سرمایه‌گذاری هایی در چند سال گذشته یا چند ماه گذشته کردید و سودی به دست آوردید، بهتره که زودتر سودتون از بازار جمع کنید، کنار بشینید، بذارید این کورکشن تموم بشه، بعد مجددا برگردید و با قیمت‌های ارزان‌تری میتونید چیزایی که بخواید بخرید. ببخشید. خبر بعدی راجع به رشد اقتصادی است در آمریکا که کامرس دیپارتمنت یا وزارت بازرگانی آمریکا این هفته اعلام کرد که در سه ماهه آخر یا کوارتر چهارم سال 2013 رشد اقتصادی به طور سالانه 3.2% بوده که نسبت به کوارتر سوم اومده پایین. در کوارتر سوم به طور سالانه جی دی پی یا رشد اقتصادی 4.1% بود. منتها اشکال رشد کوارتر سوم این بود که یک سومه، یعنی بیشتر از 33% از این رشد معلول این بود که کمپانی های خصوصی در آمریکا انبارهای خودشونو به شدت پر کرده بودن، یعنی اینونتوری بیلداپ داشتن اصطلاحاً، چون که هم پول خیلی خیلی ارزون بوده هم بهره خیلی پایین بوده. خیلی از کمپانی ها رفتن از این فرصت استفاده کردن و مقادیر زیادی جنس خریدن تو انبارهاشون جمع کردن. اینقدر اینونتوری رو بالا بردن در طی 70 سال گذشته
که اطلاعات و آمار مربوط به این داستان جمع آوری شده بی سابقه بوده. یه همچین اینونتوری به این مقدار موقع میره بالا، اگر رونق اقتصادی خوب بشه، رشد اقتصادی چشمگیر باشه، مسئله این نیست. خب به قیمت ارزون خریدن، بعدن میتونن به قیمت بهتر و گرونتری بفروشن و سود ببرن. ولی اگر قرار بشه که دیفلیشن تعمیق پیدا کنه و رشد اقتصادی حالا نگیم متوقف بشه، کند هم بشه، این جنس هایی که خریدن رو دستشون میمونه و میتونه در ماه های آینده وضعیت رشد اقتصادی رو حتی منفی و خرابتر بکنه. در مورد بازارهای امرجینگ، به اصطلاح امرجینگ مارکت یا بازارهای نوخاسته، معمولا بازار سهام اون تحولات واقعی و محتوایی یا فاندامنتال را دیرتر در خودش منعکس میکنه. یعنی اول در خود اقتصاد یه مشکلاتی پیش میاد یا موفقیت هایی پیش میاد، یه مدتی میگذره تا بازار سهام بخواد اون موفقیت ها یا اون ضربه ها رو در واقع در خودش منعکس کنه. بازارهای امرجینگ مارکتس الان وضع طوری شده که به خاطر اوضاع احوال نگران کننده ای که پیش اومده، کسانی که در این کشورها سرمایه گذاری کرده بودند، اینوستورها، و کسانی که در این به این کشورها پول قرض داده بودند، کردیتورها، وحشت کردن و دارن پولاشون از این بازارها میکشن بیرون و در نتیجه باعث میشه که ارزش کرنسی یا پول این کشورها به شدت بیاد پایین. گرفتاری بعضی از البته این وضعیت برای همه کشورهای امرجینگ مارکتس یا نوخاسته نیست، فقط تعدادشون اینطور هست. برای اون تعداد گرفتاری، گفتم درسته که هفته گذشته یا یک ده روز گذشته خودشون نشون داده، ولی واقعیتش این است که این گرفتاری ها برای این کشورها از اپریل پارسال 2013 شروع شد که یقه کشورهایی مثل اندونزی، آفریقای جنوبی، برزیل، ترکیه و آرژانتین را گرفته بود که کرنسی این کشورها به شدت تحت فشار بود. در واقع بعد گرفتاری مشترکی که تمامی این کشورهای موسوم به امرجینگ کانتری یا مارکت دارند این است که همشون دچار کسری موازنه پرداخت های جاری یا current account deficit هستند. منظور از current account deficit، اگه یک کشوری current account deficit داشته باشه، یکی از معانیش این است که مقدار سرمایه گذاری که اون کشور خارج از مرزهای خودش داره خیلی خیلی کمتر است از سرمایه گذاری که کشورهای خارجی داخل اون کشور دارن. در واقع یعنی میشه گفت که شدیداً به سرمایه گذاری خارجی این کشورها متکی هستن و در واقع به خاطر همین سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ و ارزون بودن و مفت بودن پول در آمریکا برای مؤسسات بزرگ، تو چندین سال گذشته اومدن تو آمریکا که پول مفت و مجانی بوده پول قرض کردن، رفتن تو کشورهای مثل ترکیه، آرژانتین، برزیل و و و سرمایه گذاری کردن در واقع. و به همین دلیل است که الان که دارن این سیاست رو قطع میکنن و کم میکنن، سر و صدای همه کشورهای امرجینگ مارکت در اومده و هفته پیش رئیس بانک مرکزی هندوستان شدیداً به فدرال ریزرو حمله کرد که با این سیاستتون دارید کلک اقتصاد ما رو میکنید. و بنابراین موقعی که پول و سرمایه وارد این کشورها میشه، اوضاع خوبه، بازار سهامشون شروع میکنه رشد کردن، رونق اقتصادی پیدا میشه. ولی موقعی که سرمایه خارجی شروع میکنه از اون کشورها خارج شدن، ورق به سرعت برمیگرده. در واقع البته همه این کشورها هم تا که گفتم یکسان نیستن. کشورهایی که خطری هستند و دفیسیت دارن یکی ترکیه هست، برزیل، هند، آرژانتین، آفریقای جنوبی، اندونزی و شیلی. برعکس توی امرجینگ مارکت کشورهایی هستند که نه تنها دفیسیت، کارنت اکانت دفیسیت ندارن، بلکه سورپلاس و مازاد هم دارند. یعنی این کشورها بیشتر پول بردن تو کشورهای دیگه تا کشورهای دیگه پول وارد اونا بکنن. کشورهایی که از این زاویه وضعشون خوبه، مالزی هست، چین هست، فیلیپین هست، کره جنوبی است و تایوان. بعد حالا کشورهای امرجینگ مارکت که میبینن سرمایه ها داره در میره و ارزش پولشون داره کاهش پیدا میکنه، دست به سیاستی زدن که در واقع انگار از چاله در میان، میفتن تو چاه. و اونم این است که برای اینکه جلو خروج سرمایه خارجی رو بگیرند و اون سرمایه ها رو تشویق کنند که بمونن، شروع کردن بهره یا اینترست ریت تو کشور خودشون به شدت بالا بردن. کما اینکه در یک نشست دیدیم که بانک مرکزی ترکیه بهره رو رسوند به 12%، تو آفریقای جنوبی از 5% رفت 5.5%، و و و
این سیاست گرچه موقتاً ممکنه بعضی از سرمایه‌های خارجی رو فعلاً تشویق کنه که عجله نکنن برای اینکه پولشون رو بیرون بکشند، ولی موقعی که بهره و اینترست ریت تا این حد میره بالا، فعالیت‌های اقتصادی تو این کشورها کند میشه و نهایتاً منجر به رکود و بحران اقتصادی خواهد شد. بعد در مورد نیجریه تو قبلا گفتم که مثلا یکی از کشورهایی که داره از بار دلار خودش رو سبک میکنه نیجریه است. نیجریه حدود 43 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره. از این 43 میلیارد دلار تا هفته پیش 85% دلار آمریکا بود، ولی الان تصمیم گرفته که مقدار دلار آمریکا رو کم کنه و برعکس به پول چین یوان اضافه کنه که از 2% بردش به 7%. و بالاخره یک اشتباه تازه باز توی بازار صورت گرفته و اونم این است که چند وقت پیش خاطرتون باشه اخبارش رو گفتیم که سر سیمبل کمپانی توییتر خیلی ها اشتباه کردن، رفتن سهام یک کمپانی رو خریدن که اصلا اون کمپانی بسته شده بود، از دور خارج شده بود، در واقع فقط یه مقدار استاکاش همینجوری سرگردون توی بازار بودن و در یک روز وحشتناک اون سهام رفت بالا. یکی دو هفته پیش که گوگل اعلام کرد یه کمپانی نستر رو میخواست بخره، باز خیلی ها اشتباه کردن، به خاطر تشابه اسمی رفتن سهام یه کمپانی دیگر رو خریدن. هفته پیش سه شنبه موقعی که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا در گزارش به اوضاع کشور State of Union سخنرانی میکرد، صحبت از یک نوع حساب بازنشستگی کرد، اونم برای افرادی که در مؤسسات و کمپانی هایی کار میکنند که خود اون کمپانی ها و مؤسسات برای کارمنداشون حساب‌های بازنشستگی ندارن. گفت که دولت میاد برای اینها یه حساب بازنشستگی درست میکنه که بتونه با پولای خیلی خیلی کم، با مای 50 دلار 25 دلار هم بتونن برن اونجا پس انداز کنن، بعد که خوب رشد کرد میتونن اینا به آیرای معمولی تبدیلش کنن. اسم این حساب بازنشستگی رو ظاهرا آقای اوباما گذاشتش مایرا، که فکر کنم منظورش مای آیرا یا همچین چیزی تو ذهنش بوده. به هر حال مردم که همچین چیزی رو میشنون بدونی که فکر بکنن، فرداش یعنی روز چهارشنبه یه کمپانی هست به اسم مایریات انترتینمنت اند ریزورت که سیمبلش توی بازار هست MYRA، همون مایرا خونده میشه. فکر کرده بودن منظور اوباما همچین کمپانی است، رفتن سهام این کمپانی رو خریدن و روز چهارشنبه در یک روز سهام این کمپانی 900% افزایش پیدا کرد. این کمپانی مربوطه همین مایرید یه کمپانی است تو کار ریزورته، از این جاهای ریزورت میسازن و هتل و غیره و زالک و اینها. 4 سال پیش یه فرمی هست که باید این کمپانی ها پر کنن بدن دست SEC، اسم این فرم هست فرم 10Q. اینها پر نکرده بودن، به نتیجه SEC تصمیم گرفت که از بازارهای رسمی اینها رو خارج کنه و تو اون بازارهای رسمی دیگه خرید و فروش نشن. به هر حال دیلیست شدن از بازار به قول معروف، ولی به خاطر همین اشتباه مردم در یک روز 900% سهامش رفت بالا. شاید یکی از بهترین کارهایی که این دور زمانه بشه کرد این است که آدم منتظر بمونه ببینه که چه کمپانی میخواد کیو بخره، یا صحبت از چه مرجر و از این صحبتایی هست، یه چیزای نزدیک اونا رو که مردم ممکن اشتباه کنن پیدا کنه، اول صبح بخره، آخر روز با 700-800% 1000% 900% سود بفروشه. به هر حال اینها مهمترین خبرهای هفته گذشته بودن. در این قسمت برنامه یادآوری می‌کنیم که برنامه‌های تلویزیونی نبض بازارهای مالی هر سه شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 8:30 شب زنده پخش میشه. همین برنامه روزهای یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر و از همین کانال به وقت لس آنجلس باز 5 بعد از ظهر تکرار میشه. خارج از اون از طریق شبکه ایرانیان فاینانشال تایمز با آدرس اینترنتی iranianft.com هم ما این برنامه را در جهات مختلفی باز پخش میکنیم. اولا این مؤسسه تمام برنامه های تلویزیونی ما را روی سایت و فیسبوک خودشون میذارن و از طریق اونها روی شبکه یوتیوب قرار میگیره. به اضافه این که خود این مؤسسه یه شبکه تلویزیونی توی GLVs دارن، کانال شماره 175، که گذشته از این که در طی هفته چندین بار این برنامه را تکرار میکنن، به طور ثابت هم عزمخان پنجشنبه شبها به وقت لس آنجلس ساعت 6:30 این برنامه را بازپخش میکنن. یه صفحه مخصوص تلویزیونی هم رو سایت خودشون دارن به اسم ifttv.com iftv.com ایرانیان فاینانشال تایمز تیوی هست، همه یک کلمه ifttv.com، که
برای تمام کسانی که با این مؤسسه همکاری میکنن، هر کسی صفحه مخصوص داره و تمام برنامه‌های تلویزیونی یا رادیویی اونها هر چی باشه اونجا هست و آرشیوی از برنامه‌های مختلف هم اونجا نگهداری میشه. هفته پیش به اطلاعاتون رسوندیم که خود شبکه ایران فاینانشال تایم در همین کانال هم یه برنامه تلویزیونی دارن که روزهای یک شنبه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از همین کانال برنامه دیدنیشون پخش میشه. خبر و مطلب دیگری نیست، میریم سراغ بخش دوم برنامه امشب. در بخش دوم برنامه امشب هستیم، بخش سود و سرمایه با مطلبی تحت عنوان آن سو و این سوی جهان. قبل از اینکه به مبحث اصلی خودمون برسیم که امیدوارم وقت بشه برسیم، چون سوالی دوستمون کردن که باید وقت بذاریم بهش جواب بدیم. سوال دوست عزیزمون که اگر درست یادم مونده باشه فکر کنم از حوالی نیویورکشون تلفن فرموده بودن و فرموده بودن که چرا راجع به ریل استیت چند برنامه هست حرف نمیزنیم. دو تا دلیل داره. یکی این که در مورد ریل استیت ما حرف زدیم در برنامه‌های مختلف. یه دلیل فرعیشی که این است که حرف زدیم و در ضمن خب هر هفته مطالب تازه‌ای پیش میاد، مثل اتفاقاتی که این ور اون ور دنیا میفته یا خبرهای مهمی که لازم هست بهش بپردازیم و مورد بررسی قرار بدیم. این است که متاسفانه هر هفته نمیرسیم راجع به ریل استیت صحبت کنیم، مخصوصا که جواب دادن به داستان ریل استیت تلگرافی نمیشه جواب داد. در 30 ثانیه آدم بخواد جواب بده، یه ذره باید توضیح بده. همون که بخوایم توضیح رو بدیم یعنی وقت برنامه تموم شد. این دلیل فرعیشه. دلیل اصلیش این هست که ما مایل هستیم که و تلاشمون همیشه این بوده که مطالبی که در این برنامه با شما مطرح میکنیم از ذریب اطمینان بسیار بالایی برخوردار باشه، یا به عبارت دیگه اگر ارزیابی از چیزی داشتیم مایلیم که احتمال بروز و وقوع اون ارزیابی به شدت تا سرحد ممکن به اصطلاح احتمال بالا و نزدیک به یقین باشه. مثلا فرض کنیم که در قبل در سالهای 2004 2005 2003 انتها یادتونه ما از حباب ریل استیت حرف می‌زدیم، چون 100% مطمئن بودیم که تو این بازار حباب درست شده و این حباب خواهد ترکید همونطوری که دیدید شد. یا در سال 2008 اواخر 2007 اوایل 2008 مخصوصا در یک برنامه مفصل راجع به کرش بزرگ بازار حرف زدیم، چون مطمئن بودیم که اون کرش و اون سقوط توی بازار پیش میاد همونطوری که شاهدش بوده. یا چند مورد دیگه که البته این موارد ما به طور اختصاصی در رادیو مطرح کرده بودیم، رادیو اینترنتی خودمون، مثل بانکراپسی کمپانی جنرال موتور، مثل بانکراپسی فنیمه، مثل بانکراپسی فنیمه و چند مورد دیگه. اینها همه چیزهایی بود که 100% مطمئن بودیم و با ذریب اطمینان بالا راجع بهش حرف می‌زدیم. منتهای مراتب الان در مورد ریل استیت و سایر موارد، بعضی از موارد دیگر اقتصادی، به خاطر سیاست‌هایی که فدرال ریزرو دنبال کرده و دنبال می‌کنه، هیچ چیز سر جاش نیست و متر و معیار و محک مطمئن و موثقی تو دست نیست متاسفانه که بشه با اون ارزیابی کرد، اندازه‌گیری کرد و نظر داد. و اونم مسئله تعیین قیمت پول هست. از هر که بپرسید که مثلا گوشت کیلو چنده، مس پوند چنده، یا نمیدونم گندم تن چنده، خب یه قیمتی داره میگن. اگه بپرسید قیمت پول چنده، قیمت دلار چنده، قیمت نمیدونم فرانک چنده، سوال عجیبی به نظر میاد، در صورتی که پول هم یه کالاست، یه کامودیتیه و قیمت داره. قیمتش هم به اینترست ریت بهره داره بستگی داره، به بهره بستگی داره. یعنی هر جا اینترست ریت بالاتر باشه قیمت اون پول اون کشور میره بالاتر، هر چی پایین‌تر باشه قیمتش میاد پایین‌تر. منتها گرفتاری که پیش اومده و حساب و کتاب‌ها رو به هم ریخته این است که قیمت پول در آمریکا الان به خاطر همین سیاست‌های فدرال ریزرو و کارهایی که کردن قیمت واقعیش نیست. یعنی بهره اینترست ریت به طور مصنوعی آرتفیشال و ساختگی پایین نگه داشته شده.
اگر قرار بود بهره به طور واقعی اینترست ریت میزانش تعیین بشه، یعنی بانک مرکزی دخالت نمی کرد و سعی نمی کرد با کارهایی که کرده به زور اینترست ریت رو پایین نگه داره، اون وقت تمام معادلاتی که تا به حال شاهدش بودیم همه به هم می‌خورد. هیچ کس نمی‌دونست در اون شرایط وضعیت استاک مارکت چی بود، وضعیت باند مارکت چی بود، وضعیت ریال استیت چی بود و خیلی چیزهای دیگه. ولی به همین دلیل هست که میگم آدم موقعی که میخواد یه چیزی رو ارزیابی کنه یه متر و معیار و محک مطمئن و ثابتی میخواد. یعنی فرض کنیم که اگر شما یه متر دستتون باشه و بدونید که آقا این متر یعنی 100 سانتی متر، خب شروع میکنید اندازه گیری کردن، میگید اینجا 20 متر، اونجا 30 متر، اونجا 12 متر الی آخر. ولی اگه قرار باشه که این متر شما یه روز 80 سانت باشه، یه روز 102 سانت باشه، یه روز 71 سانت باشه، اصلا نحوه اندازه گیری و ارزیابی شما کاملا به هم میرسه و از این زاویه با وضعیتی که فدرال ریزرو درست کرده، در واقع اگر به صورت مثال بخوایم به کار ببریم، درست شده عین قبل از این که انقلاب صنعتی بشه و قبل از این که سیستم متریک تو دنیا به وجود بیاد، اون وقتا حساب و کتابی نبود. یعنی مثلا توی انگلستان برفرض، انگلستان خب اولین کشوری بود که انقلاب صنعتی درش اتفاق افتاد و یکی از بزرگترین صنایع انگلستان صنایع نساجی، منسوجات یا تکستایل بود. پارچه مثلا درست میکردن میفروختن. حالا کسی که میخواست پارچه بفروشه اون وقتا که سیستم متریک نبود، چه کار میکردن؟ میومدن پادشاهی که سر کار بود پاشو اندازه میگرفتن، هر چقدر پایه ایشون بود اون میشد 1 فیت. بنابراین معروف بود که میگفتن پارچه فروشان انگلیس و کسانی که در صنایع نساجی تو انگلیس هستن عاشق پادشاه پاکوتاه بودن، برای اینکه هر چقدر پای پادشاه کوچیکتر بود فیته کوچیکتر میشد و اینها پارچه کمتری میفروختن. حالا هم اوضاع احوال دنیا طوری شده که همه عاشق فدرال ریزرو و به اصطلاح بهره پایینش هستن که کار پای کوچک پادشاه تو اون دوران رو میکنه. در واقع بحرانی که به وجود اومد یکی بحران بدهی ها بود و یکی هم بحران ریال استیت تو آمریکا، که در واقع بحران ریال استیت هم ناشی از همین سیاست های مندرآوردی در واقع بانک مرکزی بود که بانک های دیگه هم دنبالش رو گرفتن و الکی به همه وام دادن. بعد که این بحران پیش اومد، برای حل بحران بدهی ها شروع کردن پول رو بیارزش کردن و قدرت خریدش رو پایین آوردن، انقدر اینو بیارزش کنن تا بشه این بدهی های هنگفت رو پرداخت کرد. برای ریال استیت شروع کردن مجدداً حباب درست کردن و بابل توی ریال استیت درست کردن و هیچ کس باورش نمیشد که موقعی که بحران به اون بزرگی در سال 2008 پیش اومد که منشأ اصلیش هم ریال استیت بود، اینها یک بار دیگه بخوان بیان حباب راه بندازن، ولی متاسفانه این کارا کردن. در واقع وضعیت ریال استیت الان به طور مصنوعی در بعضی از جاها بابل توش درست کردن و کسانی هم که دارن تو ریال استیت سرمایه گذاری میکنن عمدتاً مردم نیستن. یعنی با این وضعیت اقتصادی، با این داستان بیکاری، با این درآمدهای ناچیز، همینطور که آمار و ارقام مختلف نشون میده، خریداران ریال استیت در واقع مردم نیستن، بلکه بانک ها هستن، مؤسسات خصوصی سرمایه گذاری هستن که از طریق فنیمی و فریدی مک به قیمت های خیلی خیلی ارزون، انقدر ارزون هست که قبلا خدمتتون عرض کرده بودم، موقعی که اینها رو میخرن نان دیسکلوزر استیتمنت امضا میکنن، یعنی تعهد میدن که بروز ندن به چه قیمتی خریدن. الان اومدن خیلی از اون خونه ها رو با همین قیمت ارزون خریدن، منتها این بانک ها و مؤسسات اینها رو نخریدن که بعدن بیارن توی بازار بفروشن، بلکه اومدن کرایه میدن، رنت میدن، که به خاطر اینکه بهره ها کمه و بانک ها بهره ای نمیدن، غیر از سرمایه گذاری تو بازار سهام برای درآمد، یه بخشش هم اومده به طرف ریال استیت که بشه از طریق رنت اینکام یا درآمد در واقع برای خودشون تولید بکنن. یعنی بازار ریال استیت به خاطر این دلایلی که گفتیم بازاری آفتابی نیست، بلکه مقادیر زیادی در واقع مهالود هست. به خود بازار ریل استیت به طور جدی اگه نگاه کنید میبینید آماری که راجع بهش میاد بیرون چندان خوشایند نیست. مثلا دیدیم که فروش خونه هایی که بهشون میگن پندینگ هوم، پندینگ هوم سیلز به خونه هایی میگن که قراردادش امضا شده، که تعهد کرده که من میام میخرم، ولی خب حالا یا کوالیفاید میشه یا بانک بهش وام نمیده یا گرفتاری پیدا میشه به هر چیز، مثلا 8.7% فروش اونها پایین رفته.
فروش خونه های جدید 7% رفته پایین. مورگج اپلیکیشن به شدت اومده پایین و تازه قبلا هم اشاره کرده بودیم که 85% بیزنس مورگج الان فقط مال ریفایننسه، یعنی چون بهره اومده پایین همه دارن ریفایننس میکنن که بهره کمتری بگیرن. 15%ش برای خریده که تازه این خریده هم اکثرش مردم نیستن. به هر حال با توجه به این داستان ها، چون دوست عزیزمون گفته بودن ایشون اینوستور هستن، برای خودشون نمیخوان بخرند، دو نکته رو توجه کنید. یکی این که بستگی داره در چه محلاتی شما دارید کار میکنید. محلات خوب، منظورم محلاتی که افراد ثروتمند زندگی میکنند، قیمت زیاد رو رفتار اینها تأثیر نمیذاره. حتما این خبر رو شنیدید، ما هم اعلامش کردیم که مؤسسه معروف آکسفام توی انگلستان یکی دو هفته پیش اعلام کرد که در حال حاضر 85 نفر آدم معادل 3.5 میلیارد نفر آدم پول دارن. خب این افراد پولاشون دیگه میلیونی و میلیاردی نیست، تریلیونی نیست. این آدما دیگه براشون فرق نمیکنه که این خونه که مثلا میفروشن 36 میلیون دلار آیا واقعا 36 میلیون دلار میارزه یا نه، چون میلیون تو دست اینها در واقع مثل دلار، مثل سنت میمونه در واقع. محلات خوب اگر دارید کار میکنید نگرانش نباشید، هر چقدرم قیمت گرون بشه حتما مشتری پیدا میکنید. برای بقیه محلات دیگه حدس و ارزیابی من بر این هست که تا آخر سال 2016 وضعیت بازار ریل استیت برای کسانی که اینوستور هستن بازار خوبی هست. چرا سال 2016؟ برای اینکه سال 2016 سال انتخابات ریاست جمهوری است و دولت تمام توان و تلاش خودش رو به کار میبره که هم بازار ریل استیت رو داغ نگه داره، هم بازار سهام و استاک مارکت رو. این که حالا موفق بشه یا نشه بحث دیگری است، کما اینکه دولت بوش هم میدونستن که اوضاع احوال اقتصاد و بازار و همه چیز خراب و به هم ریخته است، ولی همه تلاششون این بود که اون وضعیت رو بتونن تا آخر سال 2008 چش بدن که انتخابات برگزار بشه، بعد حالا دیگه همه چی به هم ریخته که بدشانسی آوردن و زودتر اتفاق افتاد و باعث شد که انتخابات جمهوری خواه و ریپابلیکن ها ببازن. الان هم دموکرات ها و دولت اوباما تلاشش اینه و تمام زور خودش رو میزنه که هم بازار سهام رو خوب نگه داره تا 2016 و هم بازار ریل استیت رو. حالا شکست بخورن یا موفق بشن از الان من نمیدونم، ولی بر اساس اطلاعات موجود و شرایط کنونی حدس قوی من بر این است که تا آخر سال 2016 حداقل، حالا تا آخر آخرش هم نه، تا زمان انتخابات تا نوامبر 2016 وضعیت بازار ریل استیت به ویژه برای کسانی که قصد اینوستور هستن بسیار خوب خواهد بود. امیدوارم که تونسته باشم جواب شما رو بدم. منتهای مراتب یادتون باشه علارغم اینکه بازار خوبی هست و خوب خواهد بود، منتها یه وقت ممکنه اوضاع از دست دره، محاسبات به هم بریزه و موفق نشند. هر کاری میکنید لطفاً جانب احتیاط رو از دست ندید. و اما بریم، متاسفانه وقت کم است و میخواستم به اون مسئله بپردازم که چرا فکر میکنیم که امسال دلار آمریکا قوی خواهد شد. بعد فکر میکنیم قوی شدن دلار آمریکا تو بازارهای ارز چه تأثیری روی بازار کامودیتی و کالاها خواهد گذاشت، چه تأثیری روی باند مارکت خواهد گذاشت و چه تأثیری روی بازار سهام خواهد گذاشت. اگر شروعش بکنم باز این بحث نیمه کاره میمونه، بنابراین اجازه بدید که هفته آینده، امیدوارم دوستان یه دو هفته یه مقدار زیادی سوال نکنن تا من بتونم بحث رو تموم کنم، بعد به سوالاتون جواب بدیم، یا اگه سوال کردید اشکال نداره سوال کنید، ولی که اگر سوال کردید محبت کنید به من وقت بدید که ما این بحث مربوط به اوضاع احوال اتفاقاتی که داره در دنیا میفته رو باهاتون مطرح کنیم، جوانبش، اثراتش و نتیجه گیری هایی که ازش میخوایم بکنیم و باهاتون در میون بذاریم تا بعدن بریم سر جواب دادن به سوالات شما. منتهای مراتب فقط به طور خلاصه الان یه اشاره میکنم، بعد هفته بعد بیشتر سرش توضیح میدیم. بحرانی که در سال 2008 پیدا شد دلیل اصلیش بحران بدهی بود، یعنی بدهی هنگفت و وحشتناکی که مردم و مؤسسات خصوصی بار آورده بودند. این بحران در سال 2008 حل نشد، بلکه با سیاست‌هایی که دولت به کار برد در واقع روشا سرپوش گذاشته، همون اصطلاحی که میگن آشغالا را زیر فرش جارو کردن، در واقع سعی کردن این مشکلات و مسائلی که پیش اومده بود و فعلا یه روکشی روش بکشن. منتها شما آشغالی که زیر فرش جارو میکنید و روی مشکل و مسئله‌ای که دارید اگر روپوش بکشید، به این مفهوم نیست که اون مشکل
و اون مسئله و اون گرفتاری از بین رفته، اونها سر جای خودشون هستند و متاسفانه هر چقدر عقبشون بندازی و روزی که نوبتش برسه اثراتش از حالت عادی خیلی بدتر و تندتر خواهد بود. تنها اتفاقی که افتاد مخصوصا در آمریکا، در اروپا هم تا مقدار زیادی همین جور، این شد که بدهی ها از بخش دولتی منتقل شد، از بخش خصوصی، از پرایوت سکتور منتقل شد به بخش دولتی. یعنی دولت اومد پول ریخت و این بانک ها و مؤسسات مختلف را نجات داد و بدهی هاش را، در واقع بدهی هایی که مال اونها بود، افتاد روی دوش دولت و برای همون هم هست که داره سعی میکنه پول رو بیارزش کنه، اینترست ریت رو پایین نگه داره، دست به سیاست کوانتیتیو ایزینگ میزنه و و و که راجع به همه اینها هفته آینده مفصلتر باهاتون صحبت خواهیم کرد. بازم متاسفانه وقت همه چیز تموم شده، به کلام آخر هم نمیرسیم. فقط یادآوری میکنم که دفتر نبض بازارهای مالی تمامی خدمات مالی و اقتصادی را، چه برای افراد، چه برای خانواده ها و چه برای بیزنس ها، در همه زمینه ها عرضه میکنه. برای آشنایی با لیست کامل این خدمات میتونید به سایت ما سر بزنید، pulsafinancialmarkets.com، که در صفحه اصلی در سمت چپ صفحه همه این خدمات نوشته شده. یا اگر مایل بود نخواستید اون طریق برید، تمامی روزهای هفته از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر میتونید با تلفن 310-407-5300 310-407-5300 با ما تماس بگیرید، پرسشی، پیشنهادی، نظری راجع به این برنامه هم دارید، طبیعتاً از طریق ایمیل ما میتونید باهاتون مطرح کنید. آدرس ایمیلمون هم هست info@pulsafinancialmarkets.com. و بازم یادآوری میکنم ما فقط به ایمیل های جواب خواهیم داد که از ایمیل شخصی افراد ارسال بشن، به ایمیل هایی که از روی سایت زده بشه جواب نخواهیم داد. هفته آینده سعی میکنیم راجع به این مسائل و مخصوصاً راجع به تحولات بزرگی که داره در دنیا صورت میگیره و اگر کسی به فکر نباشه، متاسفانه آینده فرزندانی که اینقدر بهشون دلبسته هستید و به آیندهشون چشم دوختید تیره و تار خواهد بود اگر از الان به فکر جدی نیفتید. اگر به فکر خودتون نباشید، با اوضاع احوالی که داره پیش میره، متاسفانه دوران بازنشستگی بسیار سختی در انتظارتون خواهد بود. هفته آینده بهتون خواهم گفت چرا و چطوری بهتر است که تا دیر نشده زودتر اقدام کنید و از هر طریقی که خودتون صلاح میدونید و با هر کسی که خودتون مایلید دست روی دست نذارید، پشت گوش نندازید، انشالله گربه از نگید. مشکلات کنار نمیرن، مسائل به خودی خود حل نخواهند شد، راه حل میخواد، راه حلش رو پیدا کنید و به نفع خودتون، به نفع خانوادتون، به نفع آینده فرزندانتون بتونید بهترین تصمیم ها را بگیرید. تا هفته آینده و برنامه و دیداری دیگر، شب و روز و روزگاران به همه شما خوش. نبض بازارهای مالی. برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی.